بیننده تلویزیون آریانا سلام، صبح شما بخیر، خدا کنه که جور و صحتمند باشین. در این قسمت برنامه صبح زندگی بخش صدای شما، من شفیق عمری در خدمت شما حضور دارم. امیدوار هستم که تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه باشین. بیننده عزیز، امروز دوشنبه است و موضوع برنامه ما شهرداری کابل است. امیدوار هستم که بتانیم تماس های شما عزیزا را بگیریم و به گوش مسئولین برسانیم تا به مشکلاتتان رسیدگی صورت بگیره. شماره تماس برنامه ما 070-111-4090 است که شما میتونید مشکلاتتان را به طور زنده با ما شریک بسازین. در این قسمت برنامه ما مهمان داشتیم که جناب احمدزای صاحب متاسفانه یک مشکل برش پیش آمد، مشکل نیک بگرش مصروفیت برش پیش آمد. جناب بارکزای صاحب ببخشین، برش یک مسئولیت پیش آمد، به او خاطر نتانستن امروز به برنامه حاضر شوند. که من فکر میکنم اینجا همکارای ما یاداش گرفتن که تمام فاضلابای غیر مجاز که در دریای کابل منتهی است اونا را تخریب میکنن. فکر میکنم که شروع کارشان هم از پل سرخ است. دوستای عزیز، میریم به طرف تماس پل سوخته، ببخشین، فکر میکنم از پل سوخته آغاز میشه دیگه. میریم به طرف تماس های دوستای ما، ببینیم مشکلاتشان چی است. امروز یاداش میکنیم و در روز بعدی انشاءالله با مسئولین شریک میسازیم. بله بفرمان، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ سلام علیکم، نوید هستم از خیرخانه و تماس شدیم. گفتم امی رستم جان چرا نمی خوبش پر میکن؟ نوید جان عزیز، رستم جان هست در برنامه، ولی بعد از این من این قسمت برنامه را اگر مرا تحمل کنین بعد از این من رایتان هستم. میریم به طرف تماس بعدی. بله بفرمان، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ محترم، خوب هستی؟ بخیر، صحت خوب؟ سلامت باشین، بفرمایید صاحب، از کجا هستی؟ من از کارمندای وزارت خارجه هستم. امروز دیگام به مروزای تو با تماس شدم، گفتم من مشکل همی این سرک وزارت خارجه نمیجا امیناو که مورات اومد نمیجا ریسورد این دیوالای وزارت اقتصاد بسیار خوب رسانی ها کتم که تون وزارت لات فرنگ بود. بله بسیار خوب رسانی دیگه ولی اومده نمیجا این نفر کراچی را مونده تر سال از عدد یاده را بسیار امید و خدا که دیخین این سرک بسیار رقم بد نمود شد. یه سرادانی اکم در شما توجه داشته باشه با روزه که یه دفعه شما بید امید مسئولین روان کنه ایچی واسطه هستی که از چه رقم اینجا به یک سرک دیپلوماتی که در این میمان های مثال خارجی می رو میاد در اینجا خیلی سار اکسید یک ایلایی شده اینجا مانده نمیخون کشتوی درست است برادر عزیز، تشکر. ما حتما امروزشان این موضوع رو شریک میسازم برادر عزیز، تشکر از تماستان، انشالله که مشکلتان حل میشه. بخیر باشین. میریم به طرف تماس بعدی. بله بفرمان، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ بله سلام علیک، بخیر هستین؟ و علیکم سلام، بفرمان صاحب، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ از 500 فامیلی امید هستم. مادر امید افغان بارگزای صاحب گفتم امید در قبرای 500 فامیلی می پایین قبرا کانتینرال سال ما را گفتن وردار 3-4 ماه شما بخید به سرنوشت به دیگه حالا دیگه کانتینرا اونجا مانده اگر نمی ورداره که ما دوباره داریم پس بانیم اگر می ورداره مشکل نه. درست است برادر عزیز، تشکر از تماستان، انشالله ما مشکلتان به گوش مسئولین میرسانم، خدا کنه که رسیدگی صورت بگیره. بخیر باشین از تماستان. میریم به طرف تماس بعدی. بله بفرمایید. سلام علیکم، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ وحید احمد نظری هستم، از شهر کنه کابل تماس گرفتین. وحید احمد جان بفرمایید. صاحب میبسیم برادر خند امی در امی حکومت اشرف غنی یعنی مال گلوما را در میشار کنه یا رو اوسو کده بود و خاطر رشوت بود یا بود پس رئیس های نایه رشوت گرفت نه تمستن که مارو اوسو کنه. حالا این خانه های رایشی ده شهادن مال های تیلر ها یا را ما هم یعنی بسیار مال گلوما امی خانه های شار کنه کلش خامه است بسیار یک لرزش میکنه. خواستم از دیناز بارزای چه گرچی نامدم در برنامه موضوع که شریف بوده که مال گلوما را باید از سب شهر دور ببره بسیار خانه های مشار کنه طبیعت تیلت نه خانه را کمست شپک نه داخل کوچه داخل قریه ما بسیار جور شده. بله درست است برادر عزیز، تشکر از تماستان، انشالله ما مشکلتان رو به گوششان میرسونم، انشالله که مسئله حل شد. بخیر باشین، تشکر. میریم به طرف تماس بعدی، ببینیم کدام بینده ماست. بله بفرمایید، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ سلام احترامات، عبدالبصیر هستم، از امینای عبده با تماس شدیم.
بدر اینم سرک کندن که از دست خاک خاکباد بیخی به عذاب هستیم به خدا. نه پوشی میکنن نه دگه میکنن یکم اگر کنیم ما که بیخی طفلای ما مری شده اولادا بیخی کلگی مری شده اگر رقم مال روز است که هیچ پرسان نکن. منظورتان سرک دارلامان است دیدانا اینا؟ سرک کوتل ناهی عبده. خب ناهی عبده ما فکر کنم هست که بیخی طفلا بدر خاکباد خانه سرک دگر اتیگال روز است که بیشه همی طفلای ما مری شده هیچ کس توجه قدر کار ده هیچ جدی روان نیست. بخیر باشین برادر، من انشاءالله در ارتباط به یک خاکباد است مسئله را شریک می سازم، ولی در این که سرک آباد میشه باید خوش باشیم انشاءالله. بخیر باشین، وقتون بخیر. میریم به طرف تماس بعدی ببینیم کدام بینیده ماست. بله بفرمایید، کی هستین از کجا تماس گرفتین؟ بخیر سلامت باشی، از طرف دارلمان تماس گرفتم. بله دیگه مشکل همیست که همی سرک بسیار تنگ است، موترا بسیار رفت آمد بسیار تیز میکنن. بله کدام سرک برادر؟ سرک دارلمان طرف دوغاباد که نمی سرک است، بسیار سرک خرد است. همی موترا موترسکیلا همی مردمی که پیاده رفت آمد میکنن بسیار اذیت میشن، بسیار تیز میبرن، بسیار تیز رفت آمد دارن، بسیار با ترس لرس نمی مردم ها رفت آمد میکنن. یک ذره اگر لطف نموده جلو همی گپا گرفته شود کم مردم اذیت آزار نشود، بخاطر ایک بسیار شدید موترا رفت میبرن تیز رفت آمد میکنن. حتما برادر عزیز انشاءالله این موضوع را با بارکزای صاحب بخیر شریک میسازیم که انشاءالله رسول ایش دارد. خیلی باید جیان و سپاس از شبکه که دیگه مردم آگاهی میته، اطلاعات میته، دیگه جان سپاس، تشکر زیاد. سلامت باشین. بیننده عزیز جا داره که ما هم این مسئله را یادآوری بکنیم که ما تلاش میکنیم تا صدای شما و مشکلات شما را به مسئولین برسانیم و از این طریق مظهر خدمت به هموطنان عزیز ما شویم. دیگه از شما هم خواهش میکنم که اگر نظریات دارین، پیشنهادات، انتقادات سالم دارین با ما شریک بسازین تا از نظریات شما استفاده بکنیم و انشاءالله که به هموطنان خود خدمت بکنیم. میریم به طرف تماس بعدی ببینیم که کدام بیننده ما به تماس شدن. بله بفرمایید، کی هستین از کجا تماس گرفتین؟ سلام، بچه‌م خوب هستین؟ جان پاندوره سلامت باشین، بفرمایید. من بچه‌م هر نطاق بسیار دوست دارم، بسیار نطاقای من رفت در پسیشان بسیار خفه هستم، دیگر نطاقای من زیاد خوش هستم، هر کدامشان که باشه بسیار تشکر مادر عزیز. سلام. سلامت باشین، بخیر باشین. تشکر از لطف بیننده ما. بریم به طرف تماس بعدی. بله بفرمایید، کی هستین از کجا تماس گرفتین؟ سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ ستار خوب است؟ بخیر باشین، بفرمایید برادر مشکلتان رو بگین. برادر از طرف موترفروشی به تماس موترفروشی قصبه. بله برادر، ما اینو میجا یک شرکت به نام شرکت معمار شهر است تقریبا 12-13 بلاک دارند، اینمی ها فاضلا به خود هم میکشند. دمی سرک موترفروشی یک جمعی چوی کس بخاطر یک همی هوا چیز که میای اینمی هوا فاضلا به خود هم میکشند دمی جوی مندازن. همی شرک عربا مکمل از دست بوی ازی هیچ حال روز نداره دیگه، چون همی خیلی وقت از هیچ گرگان دمی توجه نمیکنه. ما بسیار قدیبتان گزه ما اصلا صبح دیگر اعلام میکنم یا فاضلا به خود هم در جوی اعلام میکنن؟ تجوی اعلام. بله درست است برادر عزیز، ما مشکلتان گرفتیم، انشاءالله که با گوش مسئولین میرسانیم. بخیر باشین، تشکر از تماستان. میریم به طرف تماس و بعدی ببینیم کی روی خط است. بله بفرماین، کی هستین از کجا تماس گرفتین؟ بله سلام علیکم. و علیکم سلام، مهربانی ورو را چو کل کوم زی داری کنی ولی روز منګه یو مشکل و دغه کلینیکو تضمینونه چې کوم دی د جمهوریت وخت کې منګه تعویل کړی ول د افغانستان بانک ته د کلینیک تضمین دی. اوس دوه کاله کېږي چې دا نوی حکومت راغلی، موږ خو غواړو د خپل تضمینونه وباسو. نن سبا کې موږ باندې دوه کاله ووتل، نه زموږ پیسې څوک راکوي د کلینیک تضمین دی، هېڅ معلومات یې نشته دي. نن سبا راته کوي دوه کاله پرې ووتل. ډېر ښه ډېر ښه، انشاءالله تاسو نوې هفته کې له خیره خپل مشکل به واورئ. موږ انشاءالله کوشش کوو ستاسو ستونزه مسؤلینو ته ورسوو. سلامت اوسئ. میریم به طرف تماس بعدی. بله بفرمایید، کی هستین از کجا تماس گرفتین؟ سلام علیکم، از ولایت هلمند هم کلام هستم. محترم صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر، بفرمایید دوست عزیز. دلمند چی گپ برادر؟
خیر و خیرات هم و امان و امیدم کمی و امیدوار هستم کمی مردم مشکلاتی یادآور میشه تا احد مردم مشکلش حل شد. من خودم یک سه ماه پیشم بر شما یک مشکل راه کردم. محمدین قمری هستم، مسئول اتحادیه کارگران در ولایت هلمند. متاسفانه که تا 18 ماه میشه ما نتانستیم اما اسناد اتحادیه خود به دست بیاریم. خواستم این مشکل با شما شریک کنم اگر از طریق شما بتونه مشکل ما حل بشه. چرا نه برادر عزیز، انشالله ما مشکلتان رو به گوش مسئولین میرسانیم. امیدوار هستم مسئله شما حل شوه. تشکر از تماستان، بخیر باشین، سلامت، وقتتون بخیر. میریم به طرف تماس بعدی، ببینیم کدام بیننده ما روی خط هستن. بله بفرمایید، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ بله بله صدای شماست، بفرمایید کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ بله بله بفرمایید، صدایتون ندارم برادر، مشکلتون رو بگوین. ما مشکل ما برادر این مشکل سرک سینمای پامیر بود. آقا جان بفرمایید صاحب. علی با قاضی صاحب. بله اول خو یک سرک است، یکی موضوع دوم میشه این مسئله علی بلند مدلا سگ همین خانه ای رئیسی کلش زیر گرفته. بله ما هیچ نمیفهمیم که ازیا چی کنیم صاحب. یک بیلوار دان خانه ما نسی از سر ما برآمده میتونه، نه خود ما برآمده میتونه. هزار روز ما را بعد ساختمی زمین هم زمین دولتی. بله بله. زمین هم زمین غصبی. سر از مالگدام انداختن، دوکان انداختن، اینی چیزا رو انداختن. بله حوزه نوعی اول هم میگم برد. بله متوجه شدم برادر عزیز، انشالله من مشکل تانه به مسئولین میرسونم که انشالله رسیدگی صورت بگیره. بخیر باشین، تشکر از تماستان. میریم به طرف تماس بعدی، ببینیم کدام بیننده ما روی خط است. بله بفرمایید، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ بله بله کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ بفرمایید. از پل سوخته تماس گرفتیم برادر. بفرمایید برادر. برادر همی گفتیم تشنابای بسترتا که پاک میکنن از پل سوخته شروع میشه. بله. یک دریاچه دیگه است که از پل سوخته طرف از شش میری اون جایی که از شانزه میبراید از پل دکتر میدی به اند شنابای بدرفت خود در این سم کردن از بوی و از چیز خیلی پیش شده نمیتونید. بله بله برادر، تا جایی که معلومات داریم امی تمام فضلابایی که به دریای کابل وصل شده کلش تخریب میشه، چی از پل سوخته شروع شوه و یا از کدام منطقه دیگه شروع شوه. میشه گفتم از پل سوخته بالاتر طرف از شش اینجا یک دریاچه دیگه است که از کوی قرق میاد اینجا دیگه بسیار تا پل دکتر میدی بین پل سوخته و پل جمهوریت اینجا بل. پل این خانه آمده به اندازه دیگه تشنابازی آتازه. درست است برادر، بعد از ختم برنامه با بارکزای سیب تماس میگیریم، انشالله این موضوع هم شریک میسیم. بخیر باشیم، وقتتان بخیر. میریم به طرف تماس بعدی، ببینیم کدام بیننده ما روی خط است. بله بفرمایید، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ بله سلام علیکم. و علیکم سلام، بفرمایید کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ بخیر باشیم. من از ولسوالی خنجان از ولایت بغلان با تماس گرفتم. بفرمایید سر. برادر خندن ولسوالی خنجان دید به غوری از ما دو شهر دارن دوا دارن ولی کسانی ما را بخانه این تو بیادالتی است برادر خند. در چه ارتباط ببخشین درست صدایتان فهمیده نشد؟ ما از ولسوالی خنجان از ولایت بله. بغلان به تماس شدیم. بله بله، مشکلتان چی است برادر؟ ما برادر خند دوا داریم در شعبه محکمه. خواه خواه یک پرسان میشه واسطه واسطه باجه است ولی اگر بای ما اگر کس سنید بخانه به چرا خمد چرا خمد نیست اولو سوال هم بیسی واد هست دیگه شم بیسی واد هست بسیار مشکلات ما زیاد هست برادر خمد. بله درست است، انشالله ما این مسئله را با مسئولین شریک میسازیم، خدا کنه که رایل برش پیدا شد و یادتان نره که فردا هم ما موضوعی که رویش بحث داریم مسائل حقوقی است. دیگه تشکر از تماستان، انشالله بیننده تلویزیون ما باشین، انشالله کوشش میکنیم که مشکلاتتان حل شود. میریم به طرف تماس بعدی، ببینیم کدام بیننده. بله سلام علیکم، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ بخیر هستم جان تازور. سلامت باشین، اسمتان برادر؟ امی صدای ما را به مسئولین برسانیم که همه سربازای کسی همیها باید اون فرمایشان را داشته باشن، یکی دیگه کسی که مسئول هستن باید مسئول کار نداشته باشن. آره نمی ما در وقت رئیس اما جمهوریت همی ترجمه های قرآن و ترانه ها و آیت اینها را نشر میکردیم. بله با زمیر مانده بودیم، اسپیکر امر بالمعروف نهی عن المنکر برد باز به ما نداد. هر قدر گفتم اینه یک سال میشه ما مریض هم هستیم، فعلی هم قبلی هم دمی
دین خدمت میکردیم، حالی هم در دین خدمت میکردیم، موشا هم پرداخت نشده. بله. یکی دیگه این حال صدا را کسی نمیشنم و بالاخره ما گفتم برای شما وقت رئیس جمهوریت بود، ما از جمهوریت بسیار چی میکردیم که جمعه حال خواهی امارات آمد. الحمدلله همه علما هستن، از قرآن حدیث صحبت میکنن. بله. همین صدای ما را به مسئولین برسانیم، کسی که وظیفه دینی داره ایره باید همین امارات کار نداشته باشد، که چرا که همین صدای امینا هم هست که باید صدای قرآن و صدای حدیث و صدای علما و صدای قاری و مجاهدین همه باید برسه به گوش همه خواهر برادرای ما، همه گی بحروم نمانند از قرآن و حدیث. درست از برادر. سوال دیگه ما هم هست که همه خواهرهایی که حقوقشان رو میخواهند و حقوقشان اینمه قرآن و حدیث لاده، علما هر وقت میگن که شما از رسانه ها صحبت صدا نکنید، صدای شما را پیغمبر 15 ساعت قبل داده که به شما گفته که نه در قرآن در حدیث زندگی بکنید، همه که شما به حقوقتان میرسید. بله. اینمی مسئولی را به مسئولین برسانید که مسئولین اماراتی هم کلانشان درست از بابرست با منا برسانید که کسی که مسئول است باید امارات کار نداشته باشد. ما برش هم گفتیم که ما خود ما مسئول همی هستیم، در وقت جمهوریت هم بود، اما وقت جمهوریت ما را درست از برادر عزیز به خاطر ترانه و نعت اینجا را شکستاند و دیگر کرد، ما را لعت کرد و زد و قد و کلاشینکوبا و دیگر. تشکر برادر. به خاطر دین الله نمیره به مسئولین برسه، این کسی که وظیفه داره با کار نداشته باشه. حتما انشالله انشالله. تشکر از تماستان، سلامت باشین. میریم به طرف تماس بعدی ببینیم که کدام بینده ماری خط است. بله بفرمایید، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ علیکم شیر و تماس شدین. بفرمایید شب یک پنج نومه شد که او مارا قد کرده، مارا تسلانی دیگه او نداریم در بدر سیدیا یک دفعه حالت مارا ببینید چی. میریم به طرف تماس بعدی، متاسفانه تماسشان قد شد. بله بفرمایید، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ سلام علیکم، من نور آقا هستم، از وایس طلبات زنگ زدم. بفرمایید نور آقا جان. ببین مشکل سرک وایس طلبات دوره دوره مدیریت ماجرین سرک ما رو وزارت ماجرین دیگه خراب کرده. شورول ایمرا چیز نایام به توجه نمیکنه که ترمیمش کنن. یک موضوع او نالو یا پاستک هیچ منطقه او نداره، او منظم نداره، مثلا شرکت ها جور شده او نداره، دولتی هیچ کار نکرده. درست است برادر عزیز، توجه کنین. درست است، تشکر از تماستان، انشاءالله که مشکلتان به مسئولین میرسانیم. فکر میکنم فرصت برنامه تمام است. مسئله که امروز بارکزای صاحب در اون مصروف بود، اون تخریب چاهای فاضلاب که به دریای کابل وصل شده بود، امروز روی از او کار جریان داره. دیگه ما هم تلاش میکنیم که مشکلات شما را به مسئولین برسانیم، خدا کنه که بتانیم تا حد مشکلات شما را حل بسازیم. بنده عزیزی بود برنامه امروزی ما، تا برنامه بعدی که من شفیق عمری در خدمت شما حاضر میشم، شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم. ادامه برنامه را با همکارای عزیز ما رستم جان و بصیرت جان فراموش نکنین. خدا نگهدارتان.